تمام مدارکی که برای اپلای کردن نیاز داری رو قرار توی این ویدیو بهت معرفی بکنم و یه چک لیستی بهت بدم که با خیال راحت مدارکی تو مطابق اون آماده بکنیم و نگرانی بابت آماده سازی مدارکت نداشته باشید پس این ویدیو تا انتها ببین بچه ها بودم حال تو خوب باشه ما برداشتیم با یک آموزش جدید در مورد فرایند اپلای و پاسخ به سوالات متداول شما خب خیلی از شما عزیزان از ما میپرسیدین که ما چه مدارکی رو لازمه آماده کنیم برای اپلای حالا تا اون اپلای مدارکی بریم آماده بکنیم از الان خیالم راحت باشه و شروع بکنیم و یه چک لیستی رو به ما بدین خب ما گفتیم که ویدیو براتون ضبط بکنیم تو این ویدیو کامل بهتون بگیم که با دیدن ویدیو خیالتون راحت باشه که چه مدارکی رو همین الان آماده بکنیم با خیال راحت دیگه به در اپلای بر دانشگاه ادامه بدیم خب اولی مدرک و ضرورت مدرک این که شما برید پاسپورتونو رو بگیرید تقریبا اکثر دانشگاه و بورسیه ها از شما پاسپورت میخواین شناسنامه کارت ملی ایرانی شما مورد اعتبار و مورد نظر اونا نیست و قبول نداره شما باید حتما پاسپورت بهشون نشون بدین و پاسپورت خودتون رو بهشون ارائه بکنید پس بعد چیکار کنین اولین مرحله اینکه پاشین برین پلیس به علاوه ده درخواست پاسپورت بدین و پاسپورتتون رو بگیرین که هر جا خواستین اپلای بکنین هم اسکن پاسپورتتون رو بزنین تو سامانه و براشون بفرستین و خیالتون از این بابت راحت باشین پس بعد مدرک هویتی خودتون که مورد تایید بین الملل باشه مورد تایید اکثر دانشگاه ها و کشور خارجی باشه رو باید حتما ارائه بکنین خب دومی مرحله یا دومین در واقع مدرک بسیار مهمی که شما لازم است آماده بکنید در واقع مدرک تحصیلی و ریزنمرات شما هستش چیا هست اینا ها مثلا شما برای مقطع کارشناسی اپلای بکنید خب باید حتما در واقع مدارک دیپلم و ریز نمرات مقطع دیپلمتون رو ارائه بکنید حالا دیپلم بسی داره شما تو چه نظام آموزشی درس خونده باشه حالا بعضی مثلا دبیرستان بوده بعضی کلاس 11 و 12 و اینا باید برید آموزش پرورش یا مدرسه تو ببینم مدارک دیپلمم میخوام مدرک که دیپلمش بهتون میدن حالا شامل هر چند سال تحصیلی که هست بنا بر اون در واقع نظام آموزشی درس خوندین و رزومه دیپلمتون ازشون بخوان خب حالا شما میره مدرک دیپلم و رزومه دیپلم رسمی شو از آموزش پرورش یا اد... در واقع یا اداره آموزش پرورش محل تحصیلتون یا مدرسه‌تون عکس بکنه و داشته باشین برای اپلای برای مقطع کارشناسی حالا شما برای مقطع کارشناسی ارشد اقدام بکنی خب ضروری و لازم است مدارک تحصیلی مقطع کارشناسی و ریز اون رو داشته باشین همراه خودتون یه نکته ولی خب حالا بعض دانشگاه ها و بورسی ها ممکن به ما مدارک دیپلمتون میخوان بعضی ممکن این نما دیپلم نمیخوان همین کارشناسی هست کار کفایت میکنه ولی خب با خیلی راحت اینه که برید دیپلمتون هم داشته باشین که اگه ازتون خواست ارائه بکن. اگه برای مقطع دکترا هم اقدام بکنید معمولا مقطع کارشناسی و ارشد هم مدارک تحصیلی هم ریزنمرات از شما میخوان میخوان که نشون بده که آره من توی رشته درس خوندم اینا هم نمراتمه و حالا به صورت رسمی یا غیر رسمی این غیر رسمی منظور چی هست این خب خیلی بچه در حال تحصیل هستن ترم آخرن یا تازه فارغ تحصیل شدن و مدارک رسمی معمولا 6 ماه طول می‌کشه تا من همین در واقع چاپ بشه و به دانشجوها بدن و اول جواب موقت میدن که خب ارزش اعتبار ترجمه رسمی نداره از اون طرف باز یه سری مشکلاتی هستش که میگن مثلا در واقع بچه ها تعهد دارن در مورد تعهد به دولت و آزادسازی مداری تحصیل ما دو تا ویدیو داریم که برای وزارت علوم یه برای وزارت بهداشت تو کپشن همین پست میذاریم حتما برید ویدیوهاشو ببینید که اگه نمیدونید چی باید مدارکتون آزاد بکنید توضیح دادیم خب خیلی بچه ها تو همچین فرانت هستن و هنوز مدارکشون آماده نیستش خیلی راحت در واقع این کار این که شما با مدارک غیر رسمی در واقع ریز که مهر دانشگاه نداره از پورتال دانشگاهتون گرفتین هر چی از خود دانش‌آوختین از غیر رسمی به من بده و هر گواهی مثلا موقت تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل در ترم آخر اینها رو به صورت غیر رسمی یعنی رسمی نشده نه. یعنی ترسمی تر نه غیر رسمی ترجمه میکنید و به دانشگاه یا اون موسی ایمیل میزنیم بگید مثلا من ایران دارم درس میخونم تعهد دارم مدارک ما آمد نیست ترم آخرم یا یک سری مشکلات هست مدارک رسمی و فعلا نمیتونم بفرستم و ندارم میشه با غیر رسمی بفرستم اونها معمولا قبول میخونم یا مشکل نداره شما مدارکتون رو به صورت غیر رسمی یه ترجمه ساده برای ما ارسال بکنیم و شما ارسال میکنید و میگن که هنگامی که به شما پذیرش بورسی دادیم مدارک اصلیتون رو بردارید حتما بیارید تا تطبیق بدین و بدون واقعا شما این مدارک اصل هست یا نه پس این برای دومین مدرکی خیلی مهم مدرک تحصیلی سومین مدرک مدرک که در واقع شما آماده رزومه تحصیلی شما هستش رزومه تحصیل در واقع چکیده کلیه فعالیت های علمی تحقیقاتی پژوهشی فرهنگی هنری و در واقع زندگی شما هستش که در یک فایل چکیده در واقع چکیده یک, یک, یک یا دو صفحه‌ای قرار میده خیلی شکل مرتب به انگلیسی آماده می‌کنید و برای تمام ها و دانشگاه‌های خارجی بفرستید اونها در واقع با دیدن همین بفهمن شما در واقع چه شخصی هستین چه ویژگی هایی دارین و در واقع در چه جایگاهی قرار دادین و همه دانشگاه و همه بورسی ها همه کارآموزی ها از شما رزومه رو میخواید. شما هر موقعیت و فرصت میخواین اقدام بعد رزومه رو داشته باشین و براشون حتما بفرستین پس این مرحله بعدی رزومه هستش که اگر رزومه ندارین مجموع پلاس براتون رزومه تحصیلی به انگلیسی هم نگارش می‌کنه لینکش هم بیزنیم. تو کپشن بریم ببینین سفارش ببینید آموزش هاش داریم تو کانال یوتیوبمون حتما بریم ببینیم که بعدی انگیزه نامه هستش انگیزه نامه در واقع شما میخواین دانشگاه یا حالا اون استاد یا اون پوزیشنی که میخواین براش اپلای کنید انگیزه نشون اونها از شما معمولا اصطلاحا SOP یا در واقع Letter of Intent از شما میخوان یا LOR یا SOP همچین چیزه یا پرسونال استیتمنت اینا اسمای مختلفش از شما میخوان که شما بگین انگیزه و قصد و هدفتون از تحصیل برای اون دانش در دانشگاه یا اپلای کردن برای این پوزیشن برای این دانشگاه چی هست شما وقتی اینها رو در واقع بدونید که من چرا میخوام اپلای کنم برای چی دانشگاه اینها میتونید یک انگیزنامی خوب و روان و عالی بنویسید و بعد به زبان انگلیسی بنویسید منو بر رشته و مقطع و شخصیت خودتون و اون دانشگاه اپلای بکنید آموزش ما در مورد انگیزنامه داریم تو کانال یوتیوبمون لینکشون رو میذاریم حتما بریم ببینین تو کانال یوتیوبمون هست سابسکرایب کنید تا بتونین ویدیوهای مختلف ما رو ببینین تو کانال یوتیوبمون و همچه اگه نمیتونین انگلیسی نام زبان انگلیسی بنویسین باز هم کارشناس ما براتون نگارش میکنن لینکش هم میذاریم تو کپشن حتما بریم ببینین میتونیم سفارش بدین نگارش انگلیسی نام رو بعد که بعدی که خیلی مهمه توصیه نامه هستش توصیه نامه در واقع هر بورسیه و دانشگاه استادی که بخواین اپلای بکنید از شما توصیه نامه رو میخوان معمولا حالا توصیه نامه ممکن یکی ازتون بخوان یا دوتا تا گاهن و استثنا برخی دانشگاه سه تا هم شده از شما بخوان در واقع دو یا سه تا استاد شما رو بعد توصیه بکنن و تایید بکنن برای اون پوزیشن مثلا میاریشون به نظر من باش درس داشتم آدم خوبی بود تو این زمینه فعالیت کرد پشتکار زیادی داشت تلاش زیاد داشت. به نظر استعداد داره و فلان اینها این تو تعریف و توصیه از شما بکنن و و شما این توصیه نامه رو حالا به صورت کتبی یا به صورت اسکن شده داشته باشین و براشون بفرستین یا اصلا خود استاد برای اونها بفرسته پس این توصیه نامه همیشه هم از اون مدارک ضروری هست که شما باید حتما آماده بکنید خب یکی دیگه از مدارکی که مورد نیاز هست و ضروری هست مدارک زبانه مدارک زبان حالا بستی داره شما به چه زبانی میخواین تحصیل بکنی؟ اگه کورس های انگلیسی زبان دارین خب مدارک زبان آیلتس از شما دانشگاه میخواد حالا ممکنه آیلتس بخواد یا تافل بخواد هر دو تا معتبر هستن هر دو مورد قبول هستن و این نمره زبانی از شما میخواد که در مورد آیلتس و تافل و مقایسهش هم ویدیو داریم حتما بریم ببینید تو کانال یوتیوب اون لینکش هم بزنیم تو کپشن و حالا شما ممکنه نمره 6.5 آیلس یا 7 آیلس از شما بخوان و لازم شما اینو فراهم بکنید و با مدرک زبان براشون اپلای بکنید و مدرک زبان رو حتما داشته باشین پس مدارک زبان رو هم حتما در نظر داشته به شامل میکنیم ولی یکی دیگه از مدارک که هست این, در... این تقریبا میشه گفت بنابرای رشته متفاوته مثلا میگم رشته های مدیریت بعضی دانشگاه ازشون جیمت میخوان رشته های مهندسی بعضی دانشگاه جیاری ازشون میخوان ولی ممکن نخوان یعنی بسته به رشته و دانشگاه اینها متفاوته مثلا برای رشته پزشکی دندان پزشکی ممکن ازشون آیمت بخوان یا رشته های حقوق ممکن ازشون ال بخواد بخوان و یه سری آزمون های برای هر رشته ولی خب اینا رو از کجا متوجه بشه میخوان از ما کافی شما به سایت دانشگاه قسمت ادمیشن ریکوایرمنت ها چک بکنید اگه از شما در واقع مدرک آزمون خاصی رو بخوان اونجا نوشتن گفته ما مثلا آزمون 100 ال 100 یا مثلا تافل یا مثلا تافل زمان تافل و آیلتس که باید داشته باشه ولی مثلا جی ای جی مت و مثلا آی و شاید ام آزمون های مختلف رو از شما بخوان رو اونجا می نویسن که آیا لازم هست یا نه و اگه لازم هست نمرش چنده پس اینجا باید برید حتما سایت دانشگاه بکنیم بکنی ببینی از شما میخوان یا نه ولی خب بچه هایی که مهندسی هستن یا روانشناسی هستن معمولا جی رو ازشون میخوان و داشته باشین حتی یک امتیاز براتون محسوب میشه ولی خب به خلال رشته مثل رشته حقوق مثلا یا مطالعات اجتماعی و اینها ممکن ازشون اصلا جیاری نخوان چون ربط به نداره و بیشتر به های مهندسی و ریاضی کامپیوتر بس ربط داره این آزمون ها اینها مدارکی بود که شما باید به طور حتم و ضروری داشته باشید حالا یه سری مدارک دیگه ممکنه بخوام ولی اونها بنا اون یک دانشگاه ممکنه بخواد یا مثلا یک کشور خاص ممکنه اینها رو از شما بخواد و جنرال و کلی نیست اینها اصلیات و کلیاتی برای هر دانشگاهی برای هر جایی اپلای بخاند، لازم هست و تقریبا همه اینها رو از شما میخوان حالا ممکنه یه نمره بالاتر پایینتر یا مثلا یه محدودیت کلمه رعایت بشه یا رعایت نشه این چکلیست رو داشته باشین همیشه رو در کنار خودتون داشته باشین همه آماده بکنید تیکاشو بزنید ما خیلی راحت بتونید اپلای بکنید اونجا از این ویدیو خوشتون اومده باشه و در واقع بهتون کمک کرده باشه اگه مفید بود لایک بکنید سوالی دارین ابهامی دارین کامنت بذارین ما سریع بهتون فوری پاسخ میدیم سابسکرایب میکنین آموزش های بسیار زیادی رو قرار براتون تو کانال یوتیوبمون بذاریم و از همه مهمتر برای دوستانتون بفرستین اونها هم اگه میخوان اپلای بکنن ویدیو به دردشون خواهد خورد خدا نگهدارشون